سلام و درود به همه شما عزیزان، در خدمتتون هستیم با یکی دیگه از ویدیوهای هویجی. هر روز شوهای تلویزیونی مختلفی توی تلویزیون پخش میشه، اما بعضی مواقع بعضی از اونها یه چیز دیگه‌ن و متفاوت از بقیه‌ن. بعضیاشون از شما میخوان که واسهشون مأموریت غیر ممکن انجام بدید، مأموریت‌هایی که کمتر کسی از پسشون برمیاد. یکی از جدیدترین این شوها Too Hot To Handle از نتفلیکسه که مأموریت غیر ممکنش سر و صدای زیادی به پا کرده. در ادامه این ویدیو با هویج همراه باشین، اما قبلش یادتون نره که صفحه اینستاگرام ما رو که آدرسش رو گوشه تصویر ملاحظه میکنید فالو کنید و اون رو با دوستاتون به اشتراک بگذارید. اما Too Hot To Handle در واقع در مورد چیه؟ چه اتفاقایی توی این شو میفته که اینقدر جذاب؟ چرا این همه دختر و پسر اینجا جمع شده؟ این شو تعدادی دختر و پسر رو دعوت کرده و این دختر و پسر رو هم فکر میکنن که قراره اینجا یک تعطیلات رویایی داشته باشن. شلوارک و بیکینی بپوشن، کلی مهمونی و پارتی و حموم آفتاب بگیرن و هر کاری که دلشون میخواد بکنن. دیگه هر کاری که میخوان منظورمو که با توجه میشید، اگر نه حتما ادامه این ویدیو رو نگاه کنید. در ادامه این ویدیو باز هم با هویج همراه باشید. البته که این جوونا زیادم اشتباه نکردن و خیلی از چیزهایی که میخوان توی این تعطیلات دارن، اما یک چالش جدی دارن که تهیه کنندگان این شو تلویزیونی فقط چند ساعت بعد از اینکه شرکت کنندگان همدیگر رو دیدن این چالش رو بهشون میگن و تعطیلات رو براشون زهر مار میکنن. اگه از این چند ساعت اولیه‌شون به درستی استفاده نکرده باشن، دیگه کارشون زاره و حالا باید صبر کنن و چالش رو انجام بدن تا بعدش ببینن چی پیش میاد. اما قبل از اینکه برسیم به چالش، بهتر اول با این دختر و پسرای شرکت کننده آشنا بشیم. فرانچسکا. نفر اول فرانچسکاست. اون طرفدارایی از بریتانیا، کولومبیا و کانادا داره، اونم توی اینستاگرامش. خوش اندام و خوشگل و شخصیت خاصی داره. از یک چیز در موردش مطمئنیم و اون اینه که خیلی اعتماد به نفس داره و البته به بالا تنش هم خیلی مینازه. Usually if a guy's hot and I want him, it's just like do a little hair flip, just like make eye contact and it's game over. هری یکی از پسرای جذاب این شو محسوب میشه که البته نظر فرانچسکا رو هم به خودش جلب کرده. اهل استرالیا است، اون با فرانچسکا راز و رمزایی داره و توی شو دردسرای زیادی ایجاد میکنه. Live DM like Kourtney Kardashian, Kendall, I hit it with the hello my little butter chicken. نیکول 23 ساله و ایرلندی، الان در لندن زندگی میکنه. اون یکی از دخترای جذاب و بلوند شو تلویزیونیه که خیلی ها طرفدارش. The lads that I've been dating, within like 3 dates, they tell me that they're like falling for me, and then I'm like, ew, no. Then I just give them the snap. Chloe اهل انگلستانه، قد بلند، خوشگله، اما یکم گیج و خنگه. اینو من نمیگم، خودش میگه، اما در عوض خیلی پرشور و حرارت و آماده است که تو هر ثانیه از شو با یکی خیلی خیلی گرم بگیره. کلاً نمیتونه بیکار بشه. You just gotta be really patient with me because I'm not the brightest spark in the book. شارون 25 سالشه و اهل نیوجرسیه. شخصیت خوبی داره و دنبال عشق میگرده. البته باید خودتون ببینید تا بفهمید. رواندا یکی دیگه از دخترای توی شوه که به خودش از 10 10 میده. دختریه که دوست داره خوب به نظر بیاد، مهمم نیست کجا بخواد بره، حتی توی سوپری محل. کلت یک سیاه‌پوست ورزشکار با اندام‌های ورزیده است که از فرانچسکا بعدش نمیاد. شخصیت خاص خودشو داره و میگه دخترها باید خودشون بخوان، وگرنه من نمیرم طرفشون. دیوید اهل لندنه. اون 28 سالشه و میگه که سرگرمی مورد علاقش اینه که با دخترها به بار بره و پیرنشو در بیاره. دیگه خودتون بقیهشو میتونید متوجه بشید. ماتیو از همون لحظه ورودش خیلی انگشت نما بود و جلب توجه میکرد.
چون که همه برای استخبارتی مایو و بیکینی پوشیده بودن، اما ماتیو یک کلاه صورتی، تیشرت سفید و شلوار سیاه پوشیده بود. کلن ماتیو آدم خاص این گروه محسوب میشه. البته افراد دیگه هم در ادامه به شو اضافه میشن که دیدنشون خالی از لطف نیست، مثل لیدیا که چشمای سبزش به همراه اون اندام باور نکردنیش خیلی ها رو از وقتی که وارد شدن مجذوب خودش کرده. و البته که مدیسون رو هم نمیتونید از یادتون ببرید، دختر بلوند و قد بلندی که شخصیت خاص خودشو داره. اما تا اینجا به نظر شما کدام یکی از شرکت کننده ها جذاب ترن؟ کدوم ها برای هم مناسب؟ اگه این ویدیو رو تا اینجا دوست داشتین، یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید و اونو با بقیه به اشتراک بگذارید. البته که حتما سابسکرایب کردن پیج یوتیوبی هویچ هم یادتون نره. اما رسیدیم به چالش ها. حالا چالش ها چیه؟ این دختر پسرها در طول فیلم برداری و تا وقتی که توی جزیره هستن نباید هیچ کار سکسی انجام بدن، از بوسیدن گرفته تا کارهای دیگه، چه با خودشون چه با کس دیگه. و البته که باید سعی کنن برای خودشون شریک و پارتنر پیدا کنن و وارد رابطه عاطفی بشن، اما بدون هیچ تماس فیزیکی با طرف مقابل. فکرشو بکنی، رابطه عاطفی بدون تماس فیزیکی توی یک جزیره کنار ساحل با بیکینی. من که چیزی ندارم برای گفتن. خب حالا بگذاریم، اما اگه موفق بشن که از همدیگه دور بمونن و این قوانین رو رعایت کنن، با $100,000 مسابقه رو ترک میکنن. و اما اگر قوانین رو زیر پا بذارن، از این مبلغ کم میشه. مثلا یک بوسه چند هزار دلار آب میخوره و اگر کار به جای باریک بکشه که باید خیلی خیلی جریمه پرداخت کنن و جایزشون کلن به فنا بره. کافیه فقط 2-3 نفر زیرابی برن، دیگه چیزی از جایزه نمی. همه جا هم توسط دوربینا کنترل میشه و جای زیرابی اصلا وجود نداره. از اتاق خواب گرفته تا دستشویی یا حموم، حتی کنار ساحل هم دوربین هست. حالا شما فکر میکنی با این شرکت کننده های هات و جذاب و جوان اصلا پولی باقی میمونه یا در انتها بدهکارم میشن؟ چالششون خیلی بامزه و خنده داره. درست لحظه‌ای که فکر میکنن عاشق هم شدن، بهشون گفته میشه اجازه ندارن همدیگه رو ببوسن یا هر کار سکسی انجام بدن. اونا تو یه اتاق میخوابن و تختای مشترک 2 نفره دارن، اما حق ندارن هیچ کاری بکنن. ایناست که کارشون رو سخت میکنه. تازه دعوا هم میشه. دیگه من نگم براتون. در هر قسمت چه اتفاقی میافته؟ همینطور که شو جلو میره، بین دخترها و پسرها دوستی‌ها و رابطه‌هایی شکل میگیره. ولی بعضیاشون مدام از بقیه دوری میکنن که نکنه به خاطر چند ثانیه خوشی چند هزار دلار رو از دست بدن. اما کسایی هم هستن که حاضرن برای چند ثانیه یا چند دقیقه جایزه رو به فراموشی بسپارن. آدم‌های جدید معرفی میشن و چالش‌های جدی مختلفی پیش روشون قرار داده میشه تا ببینن شرکت کننده ها اینها رو چطور انجام میدن. به نظر میاد شو میخواد تلاش کنه که بگه به جای اینکه افراد به جسم طرف مقابل اهمیت بدن و یا به دنبال رابطه‌های فیزیکی برن، اول به افکار و شخصیت طرفشون اهمیت بدن و همدیگر رو از این طریق بیشتر بشناسن. اما من که نمیدونم چقدر موفق شدن یا میتونن بشن. شما چطوری فکر میکنید؟ مثلا توی شو کلوی رو میبینید که با چندین نفر رابطه برقرار میکنه، ولی دست آخر هم دست خالی بیرون میره و نمیتونه طرفش رو پیدا کنه. حتی قوانین رو هم زیر پا میگذاره، کارایی میکنه که نباید بکنه. فرانچسکو و هری در این شو رو میبینید که اونا هم درگیرن و آخرش نمیدونن همدیگر رو میخوان یا نه. فرانچسکو که رسما آماده است در هر لحظه از شو پارتنرش رو عوض کنه و قوانین رو به صورت سفت و سخت زیر پا بذاره. دیگه خودتون باید این شو رو ببینید تا بتونید تصمیم بگیرید که آیا ارزش نگاه کردن داره یا نه. من بیشتر از این داستان رو براتون تعریف نمی کنم. اگر دوست داشتین خودتون ببینید. شما میتونید ادامه ویدیوهای ما رو در انتهای همین ویدیو مشاهده کنید. ممنون که با هویج همراه بودید. نظراتتون رو با ما در میون بگذارید و بگید چه مطالبی را بیشتر دوست دارید. یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و با دیگران به اشتراک بگذارید. هویج هواتون رو داره. نظراتتون رو با ما در میون بگذارید و بگید چه مطالبی را بیشتر دوست دارید. یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و با دیگران به اشتراک بگذارید. هویج هواتون رو داره. نظراتتون رو با ما در میون بگذارید و بگید چه مطالبی را بیشتر دوست دارید. یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و با دیگران
به اشتراک